اما دو نکته دیگر هم میخوام گفتم که این یه نکته بود. یه نکته دیگه هم باید بهتون بگم پیش از اینکه ادامه بدیم بحث رو، و اون این است که از نمیدونم اینو تو رادیو میشه از معذرت از بفرمایید شما در حال میگم از پدرم شنیدم این رو که خودش گفتم به شما که یک توده‌ای بود. بله. بعد از این که اون سازمان افسران حزب توده لو رفته بود، بله، و بسیارش رو گرفتن و اعدام کردن، برخیشون هم خب از فرار کردن از ایران رفتن بیرون، برخیشون یه چند تایی هم گویا اسم و نام و نشان خودشون رو دگرگون کرده بودن و توی مردم زندگی میکردن. از جمله یک مردی بود که در مشهد معروف شده بود به محمد قاقی، قاق نون قاق در مشهد، بله، که با نون خشک شیرینه که با صبونه میکنن، بله، قاق ما هم میگیم، بله. و ایشون منبر بود به محمد قاقی که البته بعد که گیر افتاده بود فهمیده بودن که ایشون یکی از سرگوتهای ارتش بوده، یکی از چهرهای درخشان جنبش ارتشی بوده در حزب توده، ولی به هر حال ایشون رو گرفته بودند و برده بودند و محاکمهش کرده بودند. و بعد اینو پدرم برای عموم داشت میگفت به اینجا رسید که روز اعدام محمد قاقی رسید و قاضی عسکر رو آوردن پیش ایشون و قاضی عسکر گفت خب حالا که پندامان است که شما به قدر خودت به پیبندی، اگر وسیعتی داری برای ما بگو. آن مرد گفت که والا به همون گویش مشهدی، گفت والا وسیعتی که ندارم، نه برای که از ما چیزی که باقی نمونه که به کسی برسه، فقط یه چند تا پیغام دارم برای دوسته دارد بچه ها، اونا رو به شما نمیتونم بگم، اگه کسی هست بیام دم گوشش رو بگم، چون شما این زده به ما نزدیم نیستیم، اما یک پیغام دارم که به شما هم میتونم بگم که اونو از بود ما برسنن به آقام استالین. قاضی عسکر میپرسد که چیه این پیغام؟ میگه که خب اولا سلام ما محمد قاقی رو بهش برسنه، بهش بگن که آجان این کمونیسمته، این سوسیالیسمته، به هر جای دنیا که مخواهید ببری ببره، اما نکنه شیطون بزنه پس کلت بیاریش بگیرون آقا بیرینم توش. این گوان میکنم امشب بسید برای که دوستان ما در این زمینه بیاندیشن، اما اگه قراره که درباره مارکسیست و جنبشی که در ایران پدید آورد صحبت کنیم، من حاضرم احران هم در خدمت بتونم. بله، عرض کنم که یک نکته عرض کنم که ایرانی ها با اسلام هم همین کار رو کردن. خب این یک نکته بود که میخواستم بگم که و تمامش بکنم. من گمان میکنم که تمام ادبیات امروز ایران از شعر بگیر تا قصه نویسی تا پژوهشگری تا شیوه های پژوهش دانشگاهی، همه اینها وامدار حزب توده هستند. دلیل آن که راستی بیشترین کارها رو در زمینه بویژه ترجمه اعضای حزب توده انجام دادن، یعنی هنوز هم که هنوزه حتی در و بویژه در زمینه ادبیات مارکسیستی بیشترین گنجینه رو که در زبان فارسی داریم ترجمه دستاورد مترجمانی است که اعضای حزب توده بودن یا که به یه نحوی به این حزب کشش داشتن، به خصوص نسل اول حزب توده به خصوص. و یه تفاوت هم هست آقای مهندس میان
نسل اول و نسل های بعدی. اون تفاوت به نظر من در این است که نسل اول هرچی دانشپژوه بود، نسل های بعدی حزب توده بیشتر عملزده پراگماتیک شدن. درود بر شما. یعنی که حزب توده به عنوان یک جنبش فرهنگی در ایران آغاز کرد و به عنوان یک جنبش سیاسی شروع کرد به نابود شدن. و به عنوان یک جنبش سیاسی هم البته که چون به ویژه و به تأثیر حزب برادر برادر بزرگ بیگ برادر به پیروی از حزب کمونیست شوروی و آغاز کرد به کنار اومدن با سیاست های روس و در حقیقت شد آنچه شد، یعنی شد حزبی که حالا من میگویم و آنگاه که لازم شد میاریم از رفته برون که در همه بزنگاه های بزرگ تاریخی به مردم ایران خیانت کرد. بله درود بر شما. درود بر شما. بله. یعنی بزرگترین حزب سیاسی ایران بدبختانه بدین گونه به صورت یک وبای سیاسی بله گریبان نفس های روشن فکری ما رو گرفت. هنوز شگفت انگیز اینه که هنوزم به یه شکلی اون رخه ها و باقی مانده ها و یاخته ها همچنان در درون خودشون خودشون رو بازسازی میکنن و من یه وقتی به شوخی به یکی از دوستان توده خودم که در درقت باید بگم به یکی از همون دوستان بهتر لفیر دیگه نه باری که پدرش توده ای بود و خودش هم همچنان توده ای مونده است گفتم که من باور نمی کردم که سیاست نیز یه روزی ژنتیک بشه. اگر پدر خوب شنیده بودیم که اگر پدر شاه بود پسرم شاه باید بشه، اما نمیدونستن اگر پدر توده ای بود پدر هم باید اصلا توده ای بشه. جالب بود و این نکته اولی بود که در واقع در ستایش از حزب توده است در این که براستی از همه گنجینه فرهنگی که ما الان میراث فرهنگی میراث مدرن فرهنگی که ما داریم الان هنوز بیش و پیش از هر جنبش سیاسی دیگری وامدار فعالیت و آفرینندگی نخستین گروندگان به حزب توده. دو تا باید از این نظر درود بر اونا باد.